من یه سوالی دارم از قشر خاکستری و اون افرادی که میگن ما سیاسی نیستیم و در سیاست و در جنبش های 70 روز گذشته هیچ کاری نکردن و شرکت نمی کنن. من میخوام از شما بپرسم، شما میدونین وظیفه یک دولت چیه؟ وظیفه یک دولت اولین و مهمترینش حفاظت از اموال و جان مردمشه و بعدش باید نوکری مردمشو بکنه و از مردم خودش باید حساب ببره و بترسه. یک دولته که باید از مردمش بترسه، نه دو مردم از دولتش. من متاسفانه این جریان، برای اینکه ما اصلا عادت نکردیم و نمیدونیم، خیلی از ماها یادمون رفته که وظیفه یک دولت چیه و اون دولته که باید از مردمش بترسه، نه مردم از دولت. نه، من از شما این سوالو دارم، این دولتی که به غیر از غارت، جنایت، آدم کشی، بچه کشی، جسد دزدی هیچ کار دیگه ای نکرده، نه میتونه بکنه، نه بلده، نه اصلا میخواد، دلش هم نمیخواد بکنه، این دولت باید دیگه چی کار بکنه که به شما ثابت بکنه که این دولت نه لیاقت و شایستگی این بودن سر کارو نداره؟ که هیچی، اینا یه مش دشمنن، اینا یه مش جنایتکار، بچه کش، قاتل بی سر و پان. اینا باید دیگه چی کار بکنن که شماها به خودتون بیان و بگین آقا این دولت ما اصلا دولت نیست، اینا از یک حکومت اشغالگر قاتل هم بدترن. شما باید دیگه چی باید بشه که شما به خودتون بیان و به این سوال از خودتون بکنین که این دولت ما که دولت نیست، این دشمن ایرانه، جز بچه کشی و جسد دزدی که در 70 روز گذشته کاری نکردن، اینا اصلا هیچ راه حلی ندارن برای مشکلای ما. شما هر مشکلی بذارین جلوشون، اینا فقط بلدن بکشن، خیانت بکنن، بذارن تو سرتون، تجاوز بکنن، بعدش هم بگن هیچی. پس واسه همینه که شما الان دیگه وقتشه که بپیوندین به اونایی که اومدن بیرون و دارن اعتراض میکنن و بپیوندین به آدمایی که تو کردستانن، تو سیستان و بلوچستانن، اون جوانا که تو تهران دارن کشته میشن. اینا همه دارن برای یه چیز جونشون رو میدن، برای یه ایران آزادی که دولتش از مردمش بترسه و دولتش نوکری مردمش رو بکنه و اگه دولت نتونه این کار انجام بده، مردمش بتونن با رأی دادن اون دولت رو از کار بیکار بکنن و یه آلترناتیو داشته باشن، یه دونه انتخاب دیگه داشته باشن که بتونن اون دولت رو بردارن بیارن، انتخاب داشته باشن، انتخاب واقعی، نه یک پیر سگ خرفت و که 40 سال گذاشتن اون بالا که نه سیاست حالیشه، نه سواد داره، نشسته اونجا هرچی هم از بالا تا پایین زیر دست اون مردی که دزد بی سر و پاس، ولی فقیه، اون که دولت نیستشته، یه دولت استبدادی، دزد، جنایتکار، بچه کشه، جسد دزده. چه کاری باید دیگه اینا بکنن که شماها بیاین بیرون؟ اگرم نمیخواین بیاین بیرون، تحریم کنین، اگه مغازه دارین مغازهاتون رو ببندین، اگه هر نوع فعالیت سیاسی میتونین بکنین، الان دیگه وقتشه. آدمی که سیاست توی سیاست نباشه وجود نداره. شما سکوتتون یک حرکت سیاسیه. آدمی که سیاسی نباشه نداریم. مثل این میمونه که به یه ماهی بگین، به ماهیه برگرده بگه من از آب بدم میاد، من شنا کردن دوست ندارم. تا موقعی که نفس میکشین شما داخل سیاستین و اگه در سیاست دخالت نکنین، خود اون یه حرکت سیاسیه و از خداشونه، اینا از خداشونه که شما کاری نکنین، برای که اینا میمونن تو سر کار و اینا قدرت رو دست خودشون نگه میدارن. پس یادتون نره، دیگه وقتشه.